مسئولان کمیسیون جلوگیری و استرداد زمین‌های غصب شده کشور می‌گویند پس از حاکمیت امارات اسلامی 800 هزار جریب زمین دولتی غصب شده در سراسر کشور شناسایی گردیده و 200 هزار جریب آن قرار است استرداد شود. آنان می‌افزایند اعضای ولایتی این کمیسیون باید مطابق با لایحه وظایف و صلاحیت‌های تعیین شده قضایای غصب زمین‌های دولتی و غیر دولتی را بررسی کنند. مقامات بلند رتبه کمیسیون جلوگیری و استرداد زمین‌های غصب شده امارات اسلامی برای اعضای ولایت غربی این کمیسیون سمیناری را به منظور تشریح لایحه وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون جلوگیری و استرداد زمین‌های غصب شده برگزار کردند. مسئولان این کمیسیون می‌گویند تا اکنون 800 هزار جریب زمین غصب شده در کشور به ثبت رسیده است. دا په دې باندې نه کېږي، ما ټولو ولایاتو ته دا ویلي دي چې تاسو باید ځان ته حاضري واچوئ، چې کوم ملګره نه حاضرېږي دا د رئیس د زراعت مسؤلیت ده چې ماته خبر راکړي چې د دغې وزارت د دغې ارګان رئیس نه حاضرېږي، ماته دې خبر راکړي، زه به بیا د مربوطه وزیر سره خبره کړم. او په همدې توګه باندې 200 زره جریبونه زیاته ځمکه چې تقریبا 2,09,000 زره جریبه ځمکه کېږي، هغه د بیرته راګرځولو په پارې تصمیم نیول شوی ده، چې عمدتاً په کابل کې زیاتې ځمکې موږ لرو، په هرات کې لرو، په کوم چې ډېر ولایتونه لوی ولایتونه دي هلته زیات غصب شوی ده. در همین حال مسئولان این کمیسیون تاکید دارند که باید مطابق به لایحه و شرایط‌های تعیین گردیده قضایای غصب زمین های دولتی و غیر دولتی بررسی گردد. دغه مقررات چې په یوویشت مادو او څلورو فصلو کې جوړه شوې ده، د کمیسیون مرجع مواصفات، مشخصات، کړنې، صلاحیتونه، دندې یې معلومې دي، او هغه تخنیکي هیئت چې په ټول افغانستان کې خپله تشکیل یې اولس ته رسېږي، د هغه دندې او مسؤلیتونه هم معلوم دي. عمده دنده د عمارتي عامه مره وقفي مځکو تشخیص او تثبیت دی، او د دې د عمل پلان ترتیبول دي او کمیسیون ته راجع کول دي. با این همه مسئولان اداره محلی هرات میگویند در این ولایت نزدیک به 7000 جریب زمین دولتی تحت بررسی قرار دارد. آنان میافزایند مسئولان این کمیسیون نباید در روند استرداد زمین های غصب شده با غاصبان و مافیای زمین دست به تبانی بزنند. کاری بسیار مهمی قدم برداشتید، صلابت میخواهد، تومت ها وارد میشه، این شخص پول خورده، این شخص حتی ما در همین کمیسیون غصب هرات تجربه داریم که به نام های مختلف همین اعضای کمیسیون را متهم کرده، این شخص از فلانی پول خورده. خب ما میگیم بزرگترین قرینه همی است که شخص راست میگه، وقتی پیش ما میای این غاصبین میگی پول خور است، این در اداره قبلی هم پول خورده بود، حالا هم پول خورده، میخواهی که زمین دولتی کنه، ما میگم این زمین خب با پدر خود نمیخواهی. او تقریبا یو لک جریب مځکه هم نوره اوس تر بررسۍ لاندې ده، چې زموږ کوشش باندې شروع دی چې هغه هم اجارې ته جوړېږي، زراعتي مځکه ده انشاءالله. نو تقریبا داسې تر اووه لکه زیات مځکه موږ ثبت کړې ده، او تر جریان لږ تر جریان لاندې نور مو ثبت کړې ده. گفتنی است که مقرره جدید کمیسیون جلوگیری از غصب و استرداد زمینهای غصب شده 4 فصل و 21 ماده دارد و انتظار می رود که بر بنیاد این مقرره زمین های غصب شده دولتی از غاصبان پس گرفته شوند.